کنترل روم قسمت 14. عرض ادب خدمت ریستارتیای بزرگوار و عزیز که زحمات بسیار زیادی میکشن. چند تا برنامه ضبط کردیم ولی هنوز پخش نکردیم. یک دو تا برنامه هم ضبط کردیم و پاک کردیم. خب چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه ما به حال سازمان امنیتی خیلی مشرفن الحمدلله بعضی مواقع به صفحات و هم خاطر بعضی مواقع ما یه برنامه‌ای رو ضبط می‌کنیم برای چند نفر می‌فرستیم تا اونها فکر کنن که ما می‌خوایم برنامه رو پخش کنیم و بعدش هم پاکش می‌کنیم و اهداف دیگه هم توش هست که حالا کاری باش نداریم. من هم خاطر به شما گفتم هر آن چیزی رو که من اینجا در برنامه پخش میشه و من هستم اون ملاکه، اگر نه تلفن‌های من ملاک نیست، حرفایی که بیرون میزنم این برانور اصلا ملک نیست، به خاطر اینکه همش بر اساس اون سیاست گذاری اون موقع است که داریم انجام میدیم. حدود 6-7 سال پیش یه برنامه من رفتم برای یه مردم بزرگوار عزیز ایران که خیلی علاقه من دارم به جادو و تلسم و این حرفا و توضیح دادم که تلسم همین نوشته هاییست به نام روزنامه ها، همین مطالبیست که در تلگرام و در فیسبوک و در توییتر و اینا می نویسن، اینشن تلسم. و به ایرانی ها توضیح دادم که عرضم حضور شما که جادو هم به عبارتی همین شبکه های تلویزیونیست، رسانه هاست، رادیو هاست و خیلی چیزهای دیگه، یعنی اینکه جادو جنبل که میگن میکنن آدم ها رو. الان شرایط عوض شده، قدیم ها جارچی ها و سازمان های اطلاعاتی پنهان حکومت ها با شایعه و با دروغ و این حرفا در اصل این کار انجام میدادن، اما الان عرضم حضور شما که همین کار رو خیلی ایزی تر در صفحات مجازی انجام میدن. ما مردم رو گول میزنم، یعنی همین خاطر در خیلی از انقلابات و عرضم حضور شما که کودتاها همیشه مردم شهید چیز خر میشن. چرا؟ یعنی شهید چیز همین تلسم و جادویی میشن که خودشون دنبال یه تلسم و جادو و جن و پری و اینان، اما نمیدونن که جن اتاق فکر پشت سازمانهای امنیتی است که پنهانه و دارن با هم فکر میکنن که چجوری یک فردی رو غالب کنن به یک کشوری. و به عبارتی تلسم و جادو هم همین مطالبی است که نوشته میشه و یا گفته میشه. و حال تا اونجا که میتونستیم شما و من اینها رو انتقال دادیم بهشون، اونهایی که فریخته شدن و یا خیلی هایی که فریخته شدن و ریستارتی شدن به خاطر همین مطالب بود که این اتفاق افتاده براشون. امروز برنامه که میخوایم بریم راجع به یک قراردادی که دوباره دارن سازمانهای امنیتی در اصل نوشتن، پولش هم دادن، فکر میکنم که قصه اول و دومش اینا رو هم دادن، حالا چون اطلاعاتم کامل نیست نمیخوام راجبش حرف بزنم، اما دلایلش رو میخوام توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده. ما در دو برنامه گذشته فکر میکنم که توضیح دادیم که از جنگ حماس و عرضم حضور شما که اسرائیل، نتانیاهو و تیمش خبردار بودن، بایدن اینا خبردار بودن، گروه های دیگر هم از این موضوع خبردار بودن ولی بروز ندادن. فکر نکنیم که فقط یک گروه کوچکی این موضوع رو میدونسته، نخیر، خیلی های دیگه هم میدونستن و برنامه ریزی میکنن. خب ابتدا به ساکن یه چیزی رو یادمون باشه و اون اینه که برای پیدا کردن این که سرنخهای سازمان های امنیتی کجاست، چجوری میشه کشف کرد اینا میخوان به آینده، در آینده چه فکری کردن در اتاق فکرشون و میخوان چه چیزی رو پیاده کنن، باید چند تا نکته رو ما ریستارتی ها بدونیم. نمبر وان، پس باید به تلسم و جادو توجه کنیم، یعنی به همین اخبار و صفحات مجازی. برایند نیروهای خبری یک شبکه رو بدونیم و برایند نیروهای شبکه های متفاوت رو هم بررسی کنیم. نقاط مشترکشون، فصل مشترکشون رو باید هر روز چک کنیم. یعنی یه خبری هست که بی بی سی نمیتونه بزنه،
بهش تجاوز میکنن، کل کارکنانشون میخوابونن، میشون تجاوز میکنن. اینا پول گرفتن که این خبر رو نزنن، پس اون خبر در اون شبکه زده نمیشه، یا این تلویزیون ایران اینترنشنال نمیزنه اون خبر رو، یه خبر دیگر رو. همین خبری که اینترنشنال نمیزنه که آمد نیوز 3 تولید شده از بی بی سی، همین خبر رو در ساختار بی بی سی نمیزنه و یا لطیفتر میزنه، شبکه من و تو اصلا نمیزنه. پس اول باید اخبار شبکه ها رو بدونیم، نقاط قرمز، خطوط قرمز شبکه ها رو بدونیم، از توش خبر اون شبکه رو در بیاریم. حالا بریم شبکه های دیگه ببینیم خطوط قرمز اونا چیه، اونها رو هم در بیاریم، خبری که در سطح جهانی میپیچه رو بزنیم بغل اینها، از اینها یه چیزی پیدا میکنیم که اون اصل خبره، که اون چیزی که پیدا میکنیم یا یه منفی میکنیم توش اصل خبره، یا اینکه قلوبامیزه حالا دی ایکسش رو ازش میگیریم اصل خبره، یا هر چیزی دیگه. این شد قسمت یک، یعنی که از روی اخبار میشه فهمید. نکته دوم نکته ایست که هر شبکه خبری در صفحات مجازی دارای یه سری کرمهایی است بر روی قلاب ها. به این با توجه کنید، یعنی مثلا شما میرید مثلا فارسی خبرگزاری اسرائیل به فارسی، یا مثلا آمریکا به فارسی، یا ایتالیا به فارسی، اینها یه سری رو فالو کردن دیگه، اینا رو باید فالوورشون رو چک کنین. این افراد به نوعی کرمهایی هستن که شما میتونید برای ماهیگیری قلاب بنزید ازشون کشف کنید. یعنی چی؟ یعنی خبری که قراره 20 روز دیگه بیاد بیرون، بعضی از این احمق‌ها لو میدن، چون خیلی ها دوستان میگن ما میدونیم، ما میفهمیم. برای همین نگاه کنین اون یارو پسره که شاسکول، پسر اون یارو که شاسکول تره در اسرائیل، یه دونه توییت زد، نمیدونم هنن نیت چی، و پاکش کرد. این برای چی نزد؟ اون که دخترش به این خبه یارو اطرافیانش اینا، مثل بچه آقازاده ها، مثل بچه هایی مثلا زمان همین شاه و اینا، وزرهای زمان شاه، همشون برای که بخوام بگم ما میدونیم یه چیزی یا یه خبری داریم، مجبوره که بعضی واقع اینها گاف میدن. از روی این گاف ها میشه مطلب رو فهمید. خب همین رو دارم توضیح میدم برای که بدونید. پس من اگه بخوام یه خبری رو چک کنم، بدونه بجز این که یه سر چیزهایی رو میدونم و بجز این که یه چیزهایی رو میفهمم و بجز این که یه چیزهایی رو میاد و میفهمم، بجز اینا رو همه رو بذاریم کنار، سورس هایی رو دارم، اکانت هایی رو میشناسم، گروه ها رو میشناسم، نقاط قرمز شبکه ها رو میشناسم، سیاست مدار ها نوع تفکرشون رو میشناسم، به همین خاطر از اینها یه نتیجه میگیرم، میگم اه از قرار این اتفاق بیفته. به همین خاطر همه با ما لجن. این یه داستان کوچولو تعریف کنم و بعد بریم سر مطلب. میگفتن این داستان همه تون هم خوندین، همه ایرانی ها خوندن، فکر میکنم بالای 90% دختر پسرای ایرانی موضوع رو میدونن، و اون اینه که میگن که یه ریستارتی داشت رد میشد و توی شهری، بعد در زمان حضور شما که بعد یکی اومد بهش گفتش که آقا ببخشید خر منو نیدی، گفت همونی که چشش چپش کوره، گفت بله، گفت پای راستش میلنگه، گفت بله، گفت آها بار گندم داشتی درسته، گفت بله، گفت ندیدم، نهیدی سه ساعت داریم نشونهاش میدی، تمام اتاق فکر فرشگر رو داری توضیح میدی، شما یک ماه قبل از اینکه فرشگر تولید بشه آقای حسینی رسما اعلام کردی، گفتی اینا 40 نفرم بودشون اینقدر، هر طرحی رو ام آی 6 ریخت راجع به ایرانیا شما لو دادی، همه فهمیده، شما نوع نگرش های جناب آقای رضا پهلوی که رسما از سپاه میخواست جدا بشه، گفتی داری جدا میشه، چطوری شما خر ما رو نهیدی؟ این همه اطلاعات کجا میگی؟ از تو مغز متفکر به قول دوستان CIA اطلاعات میدی بیرون، وقت خر ما رو ندیدی؟ گفت یارو گفت من به خدا ندیدم. گفت اینا رو کجا میفهمی؟ بردنش قاضی. قاضی گفت آقای حسینی، گفتم بله، گفت شما این اطلاعات از کجا میدونی؟ این یه اتاق فکر میلیاردها دلار رضا پهلوی خرج میکنه، اتاقای مخصوص دارن تفکر و اندیشه و همه اطلاعات اینها رو شما یک ماه قبل میزنید تو صفحتون، طرحا رو لو میدی، به گند کشیدی اپوزیسیونا رو، بعد شما میگی من خر ایشونو ندیدم، پس از کجا فهمیدی خرش کوره یا چشش چپش؟
پای راستش میلنگه، بارش گندمه. گفت والا ما داشتیم تو جاده میومدیم به این کرها و اینا توی سر و قلاب ها نگاه کردیم و بعد خبرگزاری در پیت کپی آمد نیروزها نگاه کردیم، مثل اینترنشنال و من و تو و رادیو فردا و اینا، همه داشتیم میومدیم میخوردم به این ناتانیاهو و چپ و راست نگاه کردیم، همه چیز فهمیدیم. داشتیم تو جاده که میومدیم دیدیم که تو جاده علف های سمت راست خورده شده، سمت چپ خورده نشده، فهمیدیم یه خری از اینجا رد شده که علف های سمت راست خورده چپ رو نخورده، پس یه چیزش کوره چپش که نتونسته ببینه بخوره. بعد دیدیم چهار تا پایه، دیدیم یکی از این پاها سبکتره، بالاتره، فهمیدیم پاش یکیش لنگه. بعدم گندم ریخته تو جاده، فهمیدیم که این بارش گندم بوده. ایشون ازم پرسید خر منو ندیدم این مشخصاتش چی؟ میگه بله، گفتم ندیدم واقعا، من خرشو واقعا ندیدم، ولی همه چیز اون خرشو میدونم، همه اون تفکرات خره رو میشناسم، یعنی یه بزغاله خر احمقی مثل آقای رضا پهلوی، بجز این که من اینا رو میدونم، میدونم که تمام آمریکایی‌ها میدونن از نظر مغزیشون یه خورده چیزه 15 20 سالی دیفرنته. حالا کن ذهنی صفا اشکال من اینا یه خدادادیه، دست ما نیست که بخوام راجعش حرف بزنم، چیزی که خدادادی به اون آدما از وقت اون میفته به نسلش هم حتی انتقال داده که ما نمیخوام راجع بچه‌ها و اینا حرف بزنم چون اونا دارن سیاست نشون نظر میدن. یه آدمی مثل این آدم نظر مغزی مشکل داره اصلا. به جز این ما تو جاده سیاست همینطور داریم قدم میزنیم، چون ما نوریم، اونها در تاریکی هستن، نور که وارد میشه جاده رو میبینیم. وقتی جاده رو که میبینیم، میبینیم این آقا رضا پهلوی چهار تا پا، یکیش لنگه یه پاش. بار آقا رضا پهلوی امروز گندم سپاه بوده، حالا گندم ری بوده مال سپاه، حالا رفته تو بوی اصلاح طلب بیاد گندمش، دیگه گندم نیست توش، حالا این بار علف بارشه. بعد دوباره این خره همینطور میچرخه دیگه، دیگه جا پاشم که بلدیم، چش چپش هم کوره میدونی، همینطور که میچرخه تو جاده همه چیزشو میفهمی. پس به کرم ها باید دقت کرد. رضا پهلوی که بود و چه خواهد شد؟ این بودجه جدید رو برای براندازا و رسانه ها برای چی تصویب کردن؟ دو تا اپوزیسیون خارج کشور، یکی مجاهدین خلقن، یکی رضا پهلوی. فرق مجاهدین خلق با رضا پهلوی در اینه، شما رو یه استارتی ها باید بدونید که مجاهدین دشمن ما هم کفارن به قول شما، رضا پهلوی منافقه، میخواد امشب بغل این یکی باشه، شب دیگه بغل اون یکی باشه، هی عوض میکنه، خریه که خره، بارش هم نمیدونه خودش چیه، هر بار بارش رو عوض میکنن میره، بار میبره به سمت ارجاد تا دانشگاه. پس فرق رضا پهلوی و مجاهدین یادتون باشه اینه که منافق از کفار بدتر، یعنی رضا پهلوی منافقه. تکلیف مجاهدین مشخصه، ما دشمنمون رو میشناسیم، میدونیم که این روسریشو بر نمیداره، یک دیدگاهی داره، یک ایدئولوژی داره، یک تفکر مذهبی و اعتقاداتی داره، یک مسیرهایی رو داره. سی از وقتی که محمود عباس به دنیا اومد این ازش دفاع کردن تا محمود عباس بمیره، میدونیم مثلا کجاست، ولی یه شب یهو نمیبینیم که این مثلا همینطور که میگه محمود عباس محمود عباس محمود عباس، بعد بیاد مثلا بچسبه به دشمن محمود عباس، مثلا ازش شیر بگیره یا خامه بگیره، اصلا این تفکر رو ندارن. پس ما کفار تکلیفش میدونیم چیه، در فضاهای جنگی سریاسارتی هم میدونیم کجاها باید ضربمون رو بزنیم، تا حالا هم زدیم. اما این منافق رو ما میدونیم کیه، مردم نمیفهمن، برای همین میگیم منافق از کفار بدتر. کاری که دارم میکنم اینه که رضا پهلوی چند تا ایراد داره که نمیشه تپون توی مردم جهان، مردم جهان آقا حسینی، مردم جهان برای چیه؟ اینا باید از رضا پهلوی شخصیتی درست کنن که روزی که در بی بی سی، روزی که در سی ان ان، روزی که در فاکس بردنش یهو برای مردم آمریکا، مردم آمریکا جامپ نکنن. خب مشکل رضا پهلوی چیه؟ میبرنش سی ان ان، نمیتونن، چون رضا پهلوی درتیه، کثیفه، میدونی یه چیز مشمئز کننده است برای لانچ روی سازمان‌های امنیتی، برای رسانه‌ها، برای مردم جهان. رضا پهلوی تنها خوبیش اینه که یه حمله کنی و مثلا اتیوپی رو، کشورش رو عوض کنی و رضا رو بکنه اونجا شازده و بشینه، همین.
اگر به رضا بگی حرف بزن، رضا بیا فکر کن، رضا بره توی جلسه که مردم نشستن وسط تفکرات کنگره، این بعد بخونه بره، اگه دو تا سوال ازش بکنه تموم بازی. درتی هم هست. یعنی چی؟ یعنی خودش باباش، بابا بزرگش شدیدن مدارکی در جهان وجود داره که اعتقاد دارن لجنترین و نجسترین مردم کره زمین یهودیان. باورشه، یعنی باور این خانواده اینه که اگر وقتی یهودی رو میکشن رضا پهلوی اینا خاندانشون از تایید دارشون مثلا میگن یه یهودی کثافت مرد. حالا فکر کن رضا پهلوی میخواد بیاد توی کنگره آمریکا حرف بزنه، خب ریستارتی ها میریزن تو صفحه کنگره و میریزن گروه های دیگه و مجاهدین میریزن و تیم ها میریزن، میگن آقا این خاندانش اصلا ضد اسرائیل هم. بعد کنگرسمن ها میگن این ضد اسرائیل گم شو، نمیشه لانچش کرد، نمیشه مطرحش کرد. برای اینکه مطرحش کنن حالا باید چیکار کنن؟ حالا باید این آدم رو پاکش کنن. برای همین نتانیاهو موضوع رو میدونست. سه ماه قبل از این که حمله حماس اتفاق میفته توسط به دستور نتانیاهو، حماس حمله کنه به نتانیاهو، لانچ داشتن میکردن. اینه بحث. یعنی شما یهو دیدید که رضا پهلوی که فیلم تو عربستان داره، وسط امام رضا داره، نماز و روزه همیشه باسنش بالاست، یهو گفت درو بر اسرائیل، بردنش اسرائیل. چرا میخوان؟ چون میخوان خبرگزاری ها مطلب از این داشته باشن، مطلب پاک، مطلب درتی نداشته باشن. نفهمن که وقتی میخوان لانچ کنن تا میخواد شروع بشه نگن که آقا این ضد اسرائیله، همون رفتن اسرائیل. برای همین میبینی موساد که رئیسش احمق نیست که اینجوری پروموتش میکنه، کوروش بزرگ رهبرم. چرا؟ برای اینکه انقدر این آدم لجنه، برای پاک کردنش باید ببریش تو کارواش، دیگه تو حموم شسته نمیشه این احمق. یعنی توی یه خونه و توی یه هتل و توی یه حموم شسته نمیشه، بری کارواش همینطوری آب بگیری بهش. این کاری کردن، اینا در جریان بودن. خانم ماریا در فاکس نیوز برای چی روز پهلوی جلسه گذاشت؟ این سوالای مهم. یعنی دور تیم ترامپ هم، دور ترامپ هم گروهی وجود دارن که وصلن به این تیم ها، و یا خودش احمق این جلسه رو گوش نمیدونه، و یا اینکه وصله. یعنی وقتی دارن پول تقسیم میکنن تو رسانه ها و ما معاندین به قول خودمون و براندازا پخش میکنن. برای همین بردنش فاکس. برای چی؟ برای اینکه میخواستن طرفدارای ترامپ بگن آه شاهزاده ضد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سپاه و تروریستی میدونه و عاشق اسرائیله. یعنی اون دختره که اینو ورداش برد اونجا خبر نداشت ممکنه، ولی تیم اون پشت خبر داشتن که قراره که حماس یه موشکی بزنه اسرائیل و این بتر که 20 موشک بزنه بتر که، و بعد بایدن و تیمش میان میگن که حمله نظامی به ایران تو این گیرودار این بزغاله رو پروموت کنه. بس همه با هم تو زنجیروار انجام دادن. مشکلشون چی؟ مشکلش که تو آمریکایی‌های دموکرات که نمیتونن این کارو بکنن، میخوام به طرفدارای ترامپ بفهمونم. پس معلومه که اینو گذاشتن یه جایگزین، مثلا موقعی که فرش کرده بود اینو جایگزین سیستم ها گذاشته بودن. رضا پهلوی که سلیمانی رو وقتی ترامپ کش تسلیت میگفت به جمهوری اسلامی، یک بار از ترامپ دفاع نکرد، حالا یه هم یه سپاه و تروریستی. پس شما ریاستی باید ببینید هر آن کسی که به ترامپ نزدیک میشه باید خارمادرش سرویس کنه. چرا؟ چون این تفکرات CIA و MI6 یعنی این دوتا دست در دست هم فلشگر رو تولید کردن که شبیه ما باشه. یعنی اینها میخوان جایگزین کنن. نگاهشون اینه، میگن اوکی رضا پهلوی آفرین، چرا ما همیشه طرفدار اسرائیل بودیم و سپاه روسیه اعلام کرده بودیم، حالا این اومده وسط میگه مرگ بر سپاه تو دو ماه، کلن سر میگن سر خراب کج کرده، کلن شخص جوز جده و حالا درود بر اسرائیل. پس شما اگه میخوام ببینیم که سه ماه دیگه چه خبری اتفاق میفته، بهترین گزینه که به رضا و به این تاپالای تخ و فخ و شخ و نخ و رخ و نخ نگاه کنه.
به سادگی میفهم اینا چه برنامه‌ریزی کردن و بدونید که میخوان چیکار بکنن. فراموش هم نکنید که قطعا به ترامپ گفتن که شما وقتی رئیس جمهور آمریکا میتونی بشی که یکی از گزینات حذف اپوزیسیون ریستارت. همینطوری به من هم برعکسش گفتن. این بازیای امنیتی سازمان امامی سیکس و اون همش اینجوریه. در خارج از کشور قرار دو تا گروه لانچن، مجاهدین خلق و ما، و مردم ایران انتخاب کنن مثلا. حالا دوباره میلیارد دلار میخوان خرج کنن که رضا پهلوی رو لانچ کنن دوباره این وسط. چه سودی میکنن؟ نمبر وان سود مهم نیست اصلا. شما فکر کن که مثلا وارد عروسی مثلا پادشاه انگلستان شدی، پادشاه کچلوار آبی، کروات قرمز، کفش سبز، جوراب قهوه‌ای روشن، بعد یکی دیگه هم همین ست لباسو بزنه بیاد، تخریب میشه پادشاه. کار مهم نیست شغل این بزغاله چیه، شاهزادی شاهیزاده چیه. اینا کاری که داره امای سیکس و عرضم از شما که CIA میکنه اینی که میخوان شبیه پادشاهی به نام لیدر ریستارت و ریستارت تولید کنن، یعنی ست لباسش رو میخوان شبیه ما کنن. حرفشون اینه، کارشون هم اینه. پس هر جایی که این فضا رو میبینید به شدت باید تخریب کنید. بودجه براشون زدن و این کار رو میخوام بکنن. پس دور ترام هر کسی از رضا پهلوی تعریف میکنه عکسش رو مطالبش رو بزنیم تو صفحه، به سرعت تو صفحاتون بزنیم و تخریبش کنیم. حمله بعد ما اون دوره گذشت. الان هر کسی که رو اپوزیسیون رو یه سارته ما زیگزاگ باید بششیم تو صورتش، هیچ گزینه دیگه نداریم. چون هدف اینها اینه. میلیارد برای چی برای این بزغاله ها خرج میکنن و این تاپاله ها؟ برای اینکه میخوان کشور رو بگیرن، دوباره به زن و بچه ایرانی تجاوز کنن، کشور رو که تجزیه کنن، پولهای بسیار هزاران برابر این پولی که دارن خرج این اولاغ میکنن از قبل همین اولاغ در میارن. محمد رضا پهلوی جمهوری اسلامی رفت بهتون گفتم جمهوری اسلامی رو بچرون. هر آن چیزی رو که در جمهوری اسلامی میبینی تو این 43 سال زد در صد کن پولاشو شاه به فلسطین کمک کرد. اون موقع پولایی که شاه به فلسطین کمک کرد میشد باش مثلا وسط کشور خرید. پس میخوان اینو سفیدش کنن، اینو باید تو نطفه خفشون کنی. حالا ما دعوامون با رضا نیست که رضا واقعا مشکلت میدونی همه. بحث اینه باید حمله کنید از امروز. هر صفحه‌ای هر کسی نگید که مثلا نه آدمای در پیتو وزیر ریاست میرن مثلا یه صفحه پیدا میکنن 16 نفر فالوور داره. اوه نه این کارا واقعا بچگانه است، به اون کاری نریم. من دارم راجع به افراد مهم حرف میزنم، آدمهای مهم، نه فلانی اکان داره 2000 تا. آدمهای مهم یعنی وقتی این دختره فیلمی از رضا پهلوی پخش کرد بهش حمله باید بکنید، خوار مادرش بدید و هوا. هیچ چیزی دیگه ما رعایت نمی کنیم. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف بود: با دوستان مروت، با دشمنان مدار. الان عوض شده. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست: با دوستان مدارا، با دشمنان رحم نکنید. هیچ رحمی نداره. رسیدیم به جایی که این کارو نباید بکنیم. با یک جمله از پرزیدنت ترامپ که موافقم و یک جمله از پوتین، پرزیدنت پوتین که موافقم، برنامه رو تموم میکنم. با جمله‌ای از پرزیدنت ترامپ موافقم که گفت من یکی از آرزوهام اینه که یه روزی تمام ثروتمو از دست بدم، دیگه پولی نداشته باشم حتی یک دلار، تا ببینم دوستانم کیا بودن، کیا تا لحظه آخر پشت من وایسادن.
اونها ارزشمند. باش موافقم 100% 100%. و با یک جمله پوتین موافقم که همه رو میشه بخشید الا خائنو. هر کسی رو با هر گناهی میشه بخشید الا خائن. وان هندرد پرسن موافقم. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید. شمشیرهاتون رو بکشید بیرون، قلقم کنید. انفرادی، دو نفری، سه نفری مهم نیست برای من، گروهی فرق نمی کنه. در پیتار رو ول کنید، تخخ و فشخ و نخخ رو ول کنید. هر کسی در خارج از کشور، رسانه‌ای، آدمی، حمله، صفحاتشون رو ول نکنید. بدرود.